سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در طول روزهای گذشته در خلیج فارس و دریای عمان اتفاقاتی رخ داده برای صهیونیستا که بخشش رو اینها در رسانه منتشر کردن من این نکتر داخل پنتز لازم از خدمت شما عرض کنم اینا حضورشون در خلیج فارس در کشورهای آنسوی خلیج فارس داره پررنگ میشه رفتن صحبتهایی با بحرینی ها انجام دادن ما اول رد پاشون رو در اقلیم کردستان دیدیم بعد در اقلیم باکو دیدیم بعد در اقلیم بحرین رفتن در اقلیم بحرین صحبت هایی کردن تغییراتی دارن در کتاب های درسی به وجود میارن که این تغییرات داره کمک میکنه کتاب های درسی در بحرین سهیونسی سازی بشه و او فهمیدی چه ارتفاع اتفاق میفته؟ من با نسل شما کاری ندارم رو نسل شما که اثر نمیتونم بذارم که میخوام ایران رو بریزم بهم چیکار میکنم یه مدرسه ای دارم به نام اینستاگرام که اثرش بر مدارس من رو شما میتونی تایید بکنی بچه ها اونجا سبک زندگی رفتاری چیزی رو یاد میگیرن تو مدارس دیده میشه مدرسه ما که اثرش سرریز نمیکنه تو این سکه یا سرریز میکنه معلم پاسخ بدن سرریز میکنه نه ولی برعکسش داره اتفاق میفته مدرسه ای دارم با نسل شما کار چون شما در هر صورت وطنتو دوست داری میخوام یک نسل بی هویتی بار بیارم چقدر باید وقت بذارم الان یه بچه حدودا مثلا دوازه سالشه ده سالشه اگه هشت سال بتونم درست بازی رو پیش ببرم 20 سال دیگه ببخشید هشت سال دیگه من با یه آدمی رو رو هستم که 20 سال سن نشه اصلا مسائل طور دیگر میفهمه تو بهره دارن داره این کارو میکنن اونم نه تو شبکه شما رسما برده توی کتب درسی داره کتب درسی رو سهین سازی میکنه چرا به خاطر اینکه همین کاری که در اقلیم کردستان کرده همین بازی که چند سال در اقلیم واکو انجام داده انسانهایی رو تربیت کرده که اونها در استان ایران هستن زمانی پاره تن ایران بودن الان از ایران نفرت دارن خودشون رو به صحیح انسان از یک میبینن همین میخواد تو بحرین رقم بزنه با نسل کنونی کاری نداره که من با شما دیگه به نجده نمیستم رو نسل بعدی شما میخوام کار بکنم اون وقت میتونید ببینید که چه شکل خواهد بود خب این اتفاقها و این حضورها هزینه هایی هم برای اینها داشته رسانه های رژیم صهیونیستی خبری رو اعلام کردم من دوستان اول متن خبر رو بخونم بعد میریم ویدیوهایی هست در همین خصوص با هم میبینیم اشاره کرده به نقل از به صلاح خودمون اخباری که در منتشر شده گفته که یک کشتی مربوط به یک میلیاردر صهیونیست در حال حرکت در دریای عمان بوده که مورد حمله قرار میگیره بعد اشاره کرده گفته که این کشتی در شرایط این اتفاق برش رخ داده که یک پهباد ایرانی اون هم از نوع شاهد بهش حمله کرده اولا حالا این که چی بوده چی شده این یه طرف داستان ولی یه دونه نبوده ها من خیلی اطلاع ندارم ولی به نظرم یه دونه نمیخوره بوده باشه شاید مثلا سه تا بوده بعد شاید الانم نبوده مثلا یه چند روز قبلتر بوده حالا تو گفتی من یه دونه شو بگم به کی رب داشته به اینا رب داشته باید ببینید چی کردی تو این منطقه و متاثر از اون به اصطلاح خودمون چه کسی از حمله به تو سود میبره مثال بزنم مثلا ممکنه تو به ایران حمله کرده باشی بعد سعودیا بیان بگن چیکار کنیم ایران با سهیونسا بیشتر درگیر بشه یه عملیات علیه سهیونسا انجام میدیم سهیونسا تصور میکنن ایرانه دشمنیشون با ایران بیشتر میشه ممکنه سعودیا باشن چرا به ایران چرا هر چیزی رو هم؟ چرا بعد از هر حمله که به ایران میکنید اگر ضربه میخورید فکر میکنید فهم ایرانه شاید سعودی داره شما رو بزنه که تنش بیشتر بشه درست سعودی از افسریش تنش سود پس از این زاویه همیشه مسئله رو دید بریم جلوتر بعضی ها به این اشاره میکنن میگن حادثه ای در اصفهان اتفاق افتاده این پاسخ اون حادثه است بعضی میگن آقا پاسخ اون حادثه چیه پاسخ اون حادثه در فلسطین اشغالی داده شده و نیروهای ایران به طور رسمی بهش اش اشاره کردن بعضی دیگه میگن نه اصلا این هیچ ربطی به اصطلاح خودمون به مسئله اصفهان نداره یک کاروانی داشته حرکت میکرده از عراق میرفته به سمت سوریه 15 تا کامیون بوده 20 کامیون بوده اینا یکی از کامیون ها رو زدن کی دو سه هفته پیش این پاسخ به اون کامیون ها داستان کامیون ها چی بوده من داخل بنده خدمت شما عرض بکنم یک کاروانی بعضی میگن ایرانیه بعضی ها میگن برای بسیج مردمیه بعضی میگن در هر صورت برای مقاومت حرکت میکرده از داخل خاک عراق به سمت سوریه اینا کاروان رو یکی از کامیون هاش رو مورد هدف قرار بودن تلفاتی هم نداشته تاکید میکنن میگن که این داشته کاروان میرفته مواد غذایی چیزا این شکلی میبرده یه دونه اش تسلیحات میبرده ما تسلیحاتو زدیم یک ساعت بعد از ادعای اینها فیلم منتشر میشه در رسانه ها که کودکانی دارن با بار این کامیون که دستمال کاغذی هست دستکش پلاستیکی برای پزشک هست چیزهای این شکلی هست دارن بازی میکنن های مستقیم رفته کامیونی رو زده بین همه کامیون هایی که داره حرکت میکنه که اون کامیون داره کمک انسانی برای مسائل پزشکی بهداشتی میفرسته و به دروغ اعلام کردن گفتن تسلیحاته الان خیلی هم یعنی اتفاقاتی که داره میفته تبعات اون بازی هست که اونها علیه ایران شروع کردن یعنی کار ایران بوده ممکن کار ایران بوده باشه ممکن نه اصلاً, اصلا به ایران ربطی نداشته باشه یه کسی اومده سحیونستا رو زده تنش بین ایران بیشتر بشه مثلا عربستان سعودی یعنی الان یا بخوان کسی رو بزن باید عربستان بزنن چون چون ممکن کار اونها بوده باشه بریم گزارش ببینیم بریم گزارش ببینیم ببینیم که گزارش های رسانه های رژیم صهیونیستی از خصوص آن چیزی که رخ داده است چه میگویند این ش شوفت تکیفه شل دوستان یه نکته رو من قبل از اینکه ادامه گزارش رو بریم جلو خدمت شما عرض کنم دوستان مشتی با معرفت و محترم ما در کاوش مدیا ها زحمت میکشن گزارش از این دست رو آماده میکنن من بعضا اگر جایی در گزارش ها فراموش کردم اسم کاوش مدیا رو بیارم شما در جریان باشین عمده چیزایی که من دارم بهش اشاره میکنم البته سعی میکنم بگم حالا اگه فراموش کردم رفقا تو کامنت ها بگن ولی عمده مسئله که ما داریم در حوزه ترجمه در فضای فاز زبان منعکس میکنیم مربوط هست به زحمت این رفقا و من پیشنهاد این است که حتما رسانه این دوستان را دنبال بکنید چون مطالبی ارزشمند از این دست بسیار زیاد دارن بریم گزارش رو ببینیم این یان اخر کرگه تکیفه شل במפרץ. כן, זה נכון, זה קורה במפרץ הפרסי לפני זמן קצר. מיכלית נפט בבעלות של המיליארדר הישראלי אייל עופר הותקפה במפרץ על ידי מל"טים איראנים. יש נזק מסוים על הספינה ממה שאני מבין, אין נפגעים, אבל זה חלק מהמערכה שמנהלים האיראנים כנגד ישראל. דיברנו על כך שהם מנסים לפגוע ולנקום ולייצר משוואות אל מול ישראל. خیلی خوب بخشی از این گزارش رو با هم دیدیم گزارشی هست از رسانه رژیم سیاسی در همین خصوص میگه که موضوع دیگری که همینک اتفاق افتاده درباره حمله به یک کشتی تجاری در خلیج فارس است بله اندکی قبل این اتفاق در خلیج فارس رخ داده یک نفتکش حامل نفت تحت مالکیت میلیاردر اسرائیلی در خلیج فارس به وسیله پهپادهای ایرانی مورد هدف قرار گرفته است تا آنجا که من متوجه شدم خسارات مشخصی در کشتی به وجود آمده تلفاتی وجود ندارد و این بخشی از جنگی است که ایرانی ها علیه اسرائیل اداره می کنند قبلا درباره این صحبت کرده ایم که آنها تلاش می کنند حمله کرده و انتقام بگیرند و مقابل اسرائیل موازنه ایجاد بکنند تاثیر رو روی صحبت های مشاهده می کنید مربوط است به فلسطین اشغالی همین دوشنبه است دوشنبه قبلترش هم همین داستان بوده قبلترش هم همین داستان بوده جمعیت بالای صد هزار نفر کف خیابونا ریختن تو خیابونا همه دارن فریاد میزنن میگن آقا باید این رژیم هم چی چی و این حرفو این شکلی از اون طرف فلسطینی ها مشابه همین عملیاتایی دارن توی اونجا انجام تو وقتی این همه اوزاد بحرانی چرا با ایران کلکل کل میکنی که بعد با حیرت نگاه بکنی بگی ایران ایران نیست کی چرا متمرکز نمیشی بر مسائل خودت چرا آروم نمیگیری حالا این بکنان من با این بسکار ندارم اینجا ببین وقاحت رو دیدی وقاحت یعنی اینکه شما علیه ایران اقدام بکنی تو احسان اقدام بکنی پایگاه ایران رو مورد هدف قرار بدی دانشمند ایران رو مورد هدف قرار بدی بعد اگر آسیبی دیدی بگی جنگ ایران علیه منه شما دنیا رو چه شکلی میبینی؟ چرا طلبکاری تو چرا همیشه موزه شما طلبکارانه است من بازم یادآوری میکنم دوستانی دارم در کشورهای مختلف بعضی از, بعضی از این دوستان میگن هر کجایی که قرار میگیریم احساس میکنیم اینها شهروند درجه یک کشورهای ما هستن خیلی ها یعنی مثل ظلمی از سوی اینها داره به دیگرانی انجام میشه که اونا دارن میفهمن کاریش نمیتون بکنن و در همه جای دنیا شما نگاه میکنی این خودش رو یک به صلاح خودمون طلبکارانه از وقتی بالاتر این شکلی نیست منطقه ما منطقه ای این شکلی نیست ما سالیان سال اینجا داریم زندگی میکنیم شما اگر در فلسطین اشغالی همین الان به لحاظ تاریخی اگر هویتی برای خودت قائل از ایران داری از کوروش کبیر داری از شاهان ایران داری از اونهایی داری که اونها هماهنگ کردن برنامه‌ریزی کردن که تو بتوانی اونجا هویتی پیدا بکنی پنجه بر صورت ایران میکشی بی‌شرمون است این است و هزینه خواهد داشت هزینه‌اش رو چه کسانی به شما تحمیل میکنن لزوما ایرانی‌ها نیستن ایرانی‌ها دشمنایی دارن اونا دوست دارن شما با ایران تنش داشته باشی مثلا عربستان عربستان ممکن این کارو بکنه که شما وارد بازی تنش با ایران بشی درسته بریم گزارش ببینیم بریم ادامه گزارش ببینیم ببینیم که چه نکات دیگری در خصوص وجود داره شبات چلوم در معلومات بین اسرائیل و ایران شخیم ایرب متفرسم הדיבור חזר שלפני מספר ימים, בשישי שעבר, לפני שבוע, משמרות המהפכה האיראנים شکرو می‌سپار مالاتی می‌تابدی می‌سوز شد 136. اوتو مالاتیم شکرو گام ل ل ابر سفیناتیم خشکو که در بیولوژی اسرائیلی به آوار با میفرات صادری با اتو مالاتی که ایرانی مخیم در روسی که داشت رزق به ارائه اوکراینا هست سفینه امشما کامپوس کوار شات اتاقت دگلیبریا ویل نفت، اما یهش اجازه بدیم بخشه این گازش رو امشما میگه که سایر درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل وجود دارد. امشب گزارش های خارجی رسیده که چند روز قبل در روز جمعه گذشته سپاه پاسداران ایران چند پهباد انتحاری از نوع شاهد 136 شلیک کرده است همان پهپادهایی که قبلا به سمت کشیهای در خلیج فارس که به زمان آنها اسرائیلی بودند شلیک میکردند یعنی شما الان میگی قبلا پهپادی توی, فلسطین توی خلیج فارس خورده به یه چیزی که اون ایران فهم کرده اسرائیلی ولی اسرائیلی نبوده درسته به زمین ایرانی ها اسرائیلی بودی تو داری میگی پس اسرائیلی نبود پس تو چرا ناراحت بودی پس تو چرا جیغ میکشیدی این داستانی که این داره بهش اشاره میکنه مربوط است به زمانی که اینا حملاتی علیه ایران انجام دادن بعد از حملاتی که انجام دادن ایران یک عملیاتی تو علیه کشی های ایران ها تو خلیج فارس علیه کشی ایران اینا غلطی کرده بودن ایران بعد از اقدامی که اینها انجام میدن که تلفاتی هم نداشته میاد یک عملیاتی تعریف میکنه فکر میکنم بعد از عملیاتی که ایران تعریف میکنه پنج تا کشتی سهیونیست کشتی که در رفت آمد بوده مورد حادثه قرار میگیره یه دفعه سازمان ملل فریاد زد آقا یه چیزایی داره تو خلیج فارس اتفاق میفته یه دفعه آمریکا گفت آقا ما نگرانیم چیزایی چرا چون این فریاد زده بود اونا اومده بودن میگفتن ایران چی داره اتفاق میفته خب ما اصلا کاری نداریم با کسی بعد اگر میخواید حادثه رخ نده چرا علیه ایران شرارت شرارت علیه ایران هزینه داره دیگه هزینهش همین اتفاقاتی است که دشمنی پیدا میشه یه ضربه به شما میزنه که شما ایران رو مقصر بدونی ایران مجبور شد دوباره به شما ضربه بزنه ادامهش رو ببینید میگه همان پهپادهای ایرانی که به روسها میفروشن اون پهپادها اومدن تو این ماجرا ایفای نقش کردن این کشتی که به سلاح خودمون با پرچم لیبریا حرکت میکرد و نفکش بود اما بخشی از سهام در اختیار یک تاجر اسرائیلی است تا آنجا که متوجه شده ایم در حملات پهپادهای ایران تلافتی وجود ندارد. مقامات اسرائیلی این گزارش را تایید کرده اند. ادامه شو. یونیفگای تکیفاز از حملات ایرانی گرمه بی تخم تیریم به اسرائیل. ما شریم ایران و تدیبوق از این رویم به اون اسایون ایرانی لعیب. ولی تکیفاتیم یوشست لاموساد اسرائیلی، تکیفات رخفنیم. آل اتو مثال لطیلم ایرانی. به لب اصفهان به خب خوب. بعضی از صحبت این فرد دیدیم یکی که تا که متوجه شدیم حمله تلفاتی نداشته مقامات اسرائیلی تاییدش کردن اون تا... رو یک تلاش میدونن برای انتقام از حادثه که با موساد اسرائیل نسبت داشته یعنی حمله کوادکوپترها به یک کارخانه موشکسازی در مرکز اصفهان دقت این چجوری میگه این پاسخی است که ایران به داستان داده من باز یادآوری میکنم ایران پاسخ اونداستان رو در فلسطین اشغالی داده ایران پاسخ داستان ها رو در خود فلسطین اشغالی داده حالا یکی دو جای دیگه علی مثلا کارخانه پهباد سازی که آمریکا داشته پهباد می‌برد اوکراین اونجا هم اتفاق ولی ایران پاسو خودش رو در فلسطین اشغالی داد این مربوط به چه حادثه ای عرض کردم بعضی ها میگن مربوط است به همون حادثه ای اسام بعضی میگه نه یه کاروان داشته میرفته سمت سوریه دوستان قضیه کاروانا رو به شما بگم چین داره دست و پا میزنه که یک مسیر رو تعریف بکنه یک مسیر رو احیا بکنه از کشور خودش تا اروپا تا آفریقا تا جای دیگه الان باید مشخص کنه این مسیر از کجا بره ببین تو اگر به ایران برسی عراق آرام باشه سوریه آرام باشه ایران بخشی از این مسیر میشه اگر هر روز عملیاتی در سوریه انجام بدن سوریه رو ناامن نگه دارن چینیه در بلند مدت به این جمع میرسه که آقا من از مسیر ایران بعدش عراق برای سوریه نمیتونم گذر بکنم یه چند صد کیلومتر برم اونورتر هزینه بکنم ولی امنیت داشته باشم بهتره اون اتفاق در بلند مدت بیفته چی میشه همین وطن فروشا میگن بیا این چین که این همه شما مثلا دشمنی با ایران نداره اصلا تو ایران نیبود مسیرشو خب این داره بلند مدت بازی میکنه این در سوریه داره بلند مدت چرارت میکنه به خاطر اینکه جوری اون مسیر گرفته بشه کاملا جیب مردم ایران رو نشانه رفته بعد براشون تعجب آوره که چرا مثلا اونجا اقدام به صورت میگیره ایران پاسخ میده من تو لوترش نمی کنم فهم کنم اون چیزی که باید برش تاکید بکنم این هست دشمنانی داریم این دشمنان هر کاری تونستن علیه ما کردن و امروز تک تک اینها تجربه ناآرام بودن رو با کیفیت بسیار بالا دارن درک کنن این بازی تا کجا پیش خواهد رفت به کجا خواهد رسید باید سب کنیم ببینیم که چه چیزی رو خواهد داد نکته دیگه ندارم اگر شما نکته داشتین حتی در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که این پیام با گذاشته شما کاملتر بشه یه درخواست ویژه از شما دارم دوستان عزیز ما الان در هفته تبلیغات هستیم در ماه چیزی در حدود یک هفته تبلیغات داریم حمایت مالی اون رفقایی که احساس میکنن دوست از ما حمایت داشته باشن حمایتش رو از این طریقه کل کاری که داریم پیش میبریم در رسانه خودمون مسیری که تعریف کردیم با همین حمایت هاست با تبلیغاتی که در یوتیوب داریم که البته خب بخش قابل توجهش داره محدودیت میخوره احتمالا در جریان هستین بخشی از ویدیوهای ما رو شما دیده باشن از این تبلیغات نداره با اینکه ما تبلیغات اعمال میکنیم چرا چون محتوای ما از عزیز نظر اونها حساسیت برانگیزه برجد ما به اصطلاح خودمون این تبلیغات رو در هفته داریم من درخواستم این است که حتما حمایت بکنید رسانه مستقل بخشی از بازی خودش رو باید بکنه با که مردم پیش ببره دیگرانی نیستن اون کسانی که بودجه هایی دارن هزینه هایی میکنن نیستن من درخواستم این است که حتما حمایت بکنید کمک بکنید که این کار رو با قوت پیش بباره. اگر کسی از مدل کار بنده و رفقایی که دارن کمک میکنن خوشش میاد احساس میکنه که جای حمایت داره حتما از ما حمایت داشته باشه اگر نکته بود برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی اردت دارم وقتتون بخیر